اصلاحیه قانون مجازات توهین به صحابه در کشور پاکستان تا کنون به تصویب رئیس جمهور این کشور نرسیده و اجرایی نشده است اما بررسی های انجام شده نشان میدهد این اصلاحیه در برخی شهرهای پاکستان اجرا می شود و این مسئله نگرانی شدید شیعیان را برانگیخته است همکارم فاطمه موسوی گزارش میدهد پارلمان ملی پاکستان اخیرا لایحه ارائه شده از سوی یک نماینده متعلق به حزب جماعت اسلامی را به تصویب رساند که بر اساس آن مجازات مجرمانی که مرتکب توهین به مقدسات اسلامی یعنی توهین به اصحاب اهل بیت علیهم السلام میشوند تشدید شد بر اساس این لایحه مجازات توهین حداقل ده سال و حداکثر حبس ابد تعیین گشته است در حالی که پیش از این توهین به اصحاب حداکثر سه سال حبس در پی داشت در این قانون آمده که هر جا از پیامبر اسلام صلی الله علیه و نام برده می شود نوشتن عبارت های خاتم و نبیین و صلی الله علیه و در کنار نام ایشان الزامی است بر اساس این قانون سخنان توهین آمیز به رسول خدا صلی الله علیه و و اهل بیت علیهم السلام و دیگران مجازات خواهد داشت همچنین سخنرانی توهینآمیز در مورد انبیا فرشتگان کلیه کتب الهی همچون قرآن، زبور تولات انجیل و اصل دین اسلام نیز قانون اجرا خواهد شد از برخی بندهای این قانون مشخص است که هدف از آن از بین بردن آزادی های مدنی و شخصی است به عنوان مثال بند ب هفت لایحه به رئیس پلیس امور عمومی این اختیار را میدهد که خانه شخصی فرد مشکوک را تحقیق و بررسی کند پروازه هست کتبی که در آنها حقیقت بیان شده از نظر تهیه کنندگان این قانون اهانت محسوب می شود و اینجاست که شیعیان در تنگنا قرار می گیرند. اشکال قانون این است که برای اهانت معیار و حدود و سقوری مشخص نشده توحین کلیست و واژه توهین کلی است و ابهام دارد لذا امکان سوء استفاده از آن قانون از سوی شاکیان و مجریان قانون علیه شیعیان می شود. از سوی دیگر به اقرار فعالان سیاسی اجتماعی و دینی پاکستان متاسفانه اصلاحی قانون مجازات توهین به صحابه بدون مشورت نهادها و بزرگان دینی و با عجله تصدیب شده است در پایان گفتنی است به رغم اینکه این اصلاحی هنوز به امضای مسئولان ارشد پاکستان نرسیده اما اجرای آن در برخی مناسب این کشور آغاز شده و نگرانی شدید شیعیان را برانگیخته است فاطمه موسوی اخبار شیعه.